أقسام الحركات في الصلاة أو أحكام أي حركة تكون عندنا في الصلاة ترجع إلى الأحكام التكليفية الخمسة. إذا نمسكارت للا أنا كم هذا مك أحكام التكليف إذا أنجي باك ده مقول كل كم بتو. حركة محرمة. المحرمة يا أنا كنغل عند. كالأكل الشرب. كديك أتون نجا بره. الحركة الكثيرة المتوالية عرفة لغير حاجة. هذا وادنا عارفش ملا أديك ما يكون أنا نجا. نعم. الثاني حركة مكروه هي حركة قليلة لكن لغير حاجة يعني يلتفت هكذا في الصلاة. الوضع عندنا ما تود مكروه هيا أنا كمان عايش من لا هذا ترضى ريديل أنا نجا. نعم. الثالث حركة مباحة وهي الحركة اللي تكون لحاجة. الوضع عندنا مباحة هيا أنا وديك بتاع أنا كمان هذا عايش تنو عندي ترضى ريديل أنا نجا. يعني كان لديه نظارة وسقطت هذه النظارة وخاف على أن تكسر. وضعها بأدنى حركة أخذها هذه حركة جائزة. وده أنا برأيي أنا قل كندا ده ريكن على أنا قل كندا ده لثو وعيم. هذا بوتو منه بيردي كي أنا قل هذا كولين ندك عين جيجا. هذا أنوذي كبرتانا كمان. نعم. الرابع حركة مستحبة. نعلم هذا مستحبة أنا كمان. هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. يعني إذا لم يتحرك الصلاة صحيح. وإذا تحرك كان هذه أكمل أجر أكثر. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഹബായ അനക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് അനങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം സഹിയാണ് എങ്കിലും അത് അനങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതക്കും അതിന്റെ ഭംഗിക്കും മാറ്റം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മുസ്തഹബ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സഫ് ശരിയാക്കുക, വിടവ് സഫിലുള്ള വിടവുകൾ ശരിയാക്കുക നമസ്കാരത്തിൽ. അഞ്ചാമത്തത് നിർബന്ധമായി കൊണ്ടുള്ള അനക്കമാണ്. ആ ഹർക്ക ആ അനക്കത്തിലാണ് നമസ്കാരം വാജിബായി നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അനങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. നഅം മിസാലു വജദ الان هو يصلي على طاقيته نجاسه لابد من الحركه الواجبه يزيل هذه النجاسه عنه والله اعلم. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമസ്കരിക്കുകയാണ് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ അവൻ നജസ് കാണുകയുണ്ടായി, ഉദാഹരണം തൊപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവിനെ നജസ് കാണുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായി കൊണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യുക, വല്ലാഹു അഅലം.